حضرت عباس مشهور به قبر بنی هاشم پسر حضرت علی و حضرت ام البنین علیه السلام در چهارم شعبان سال 26 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشودند ایشان دهم محرم سال 61 هجری قمری زمانی که 35 سال داشتند در واقعی کربلا همراه با رشادتی که از خود نشان دادند به شهادت رسیدند مرقد متحر حضرت عباس در کشور عراق و شهر مقدس کربلا در مجاورت حرم حضرت امام حسین علیه السلام قرار دارد و حد فاصل بین این حرم را بین الحرمین نامیدند که از آن به بهشت روی زمین و یکی از بهترین نقاط این کره خاکی یاد شده است با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. عباس ابن علی ابن عبی طالب مشهور به اول پنجمین پسر امام علی و اولین فرزنده امول بنین است. نویسنده خصائص العباسیه بدون ذکر منبع نوشته است که وقتی آن حضرت به دنیا آمدند امیر المؤمنین نوزاد تازه متولد شده را در آغوش گرفته و عباس نامیدند. سپس در گوش آن بزرگوار از و اقامه گفتند و بعد بازوهای آن طفل را بوسیدند و گریه کردند و در پاسخ به بنین که دلیل آن گریه را جویا شد گفتند دو بازوی عباس در راه کمک به حسین جدا می شود و خدای متعال در ازای دو دست بریدهش دو بال در آخرت به او عطا می کند. ابوالفضل ابوالقاسم ابوالقربه ابوالفرجه کنیهای آن حضرت و قمر بنی هاشم باب سقا پرچمدار و علمدار و بابالحسین از جمله القاب آن بزرگوار به شما میروند در گوشه و کنار دنیا مکانهای متعددی همچون سقاخانه، عباسیه و سقان فار به نام حضرت عباس ساخته شده و سفره حضرت اول از مرسومترین و مجربترین شعائر برای دستیابی به حاجتها شناخته شده است. کرامات حضرت عباس در بین شیعیان معروف است و داستانهای متعددی در باقی شفای بیماران یا حل سایر مشکلات با توسل به حضرت عباس بین مردم جاری است و در کتابها هزاران داستان واقعی در این زمینه نوشته شده است. به دلیل جایگاه ویژه حضرت عباس در بین شیعیان مردم برای رسیدن به حاجات خود به حضرت عباس متوسل می شوند و برای او نظر می کنند. برخی نیز کراماتی را از حضرت عباس در حق اهل تسنن، مسیحیان، کلیمیان و ارمنی ها نقل کردند. قسم خوردن به حضرت عباس در میان شیعیان و حتی اهل تسنن امری رایج است به طوری که بنا بر برخی از نقلها بسیاری از شیعیان برای پایان دادن به نزاعهای خود به حضرت عباس قسم میخورند و برخی تنها سوگند واقعی را همین سوگند به نام عباس میدانند برخی از اقوام شیعه عهدها، پیمانها، معاملات و قراردادهای خود را با قسم خوردن به حضرت عباس تثبیت و تحکیم می کنند. دلیل توجه ویژه به قسم حضرت عباس، شجاعت، وفاداری، غیرت، ادب و جوانمردی وی عنوان شده است. ذکر یا کاشف الکرب ان وجه الحسین اکشف کربی به حق اخیک حسین، ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین به حق برادرت حسین اندوه و مشکل من را برطرف کن به عنوان یکی از ذکرهای توسل به حضرت عباس مشهور شده و گاه توصیه می شود که این ذکر به تعداد 133 مرتبه گفته شود شیعیان برای حضرت عباس جایگاه معنوی بالای قائل هستند و آن حضرت را هوا اج می خانند و به ایشان متوسل می شوند و روز تا نهم نهام محرم را به یاد حضرت عباس ازاداری می کنند. حضرت عباس را از شاخصترین و برجسته ترین اصحاب امام حسین در روز آشورا دانستند. آن حضرت پرچمدار لشکر امام حسین در واقعه کربلا بودند. امام حسین درباره حضرت عباس تعبیر جانم به فدایت برادر را به کار بردند و همچنین بر نش حضرت عباس گریستند برخی این سخنان و حرکات را نشانگر جایگاه آن حضرت نزد امام سوم دانستند در احادیث همچنین بر جایگاه خاص حضرت عباس در بهش تاکید شده است بر اساس روایتی امام سجاد فرمودند خدای متعال عمویم عباس را رحمت کند که خود را فدای برادرش امام حسین کرد و در این را دو دستش قرد شد که خداوند عوض دو دست قرد شده او دو بال در آخرت به او عطا خواهد کرد تا با آن دو بال همراه با فرشتگان در بهشت پرواز کند همان گونه که به جعفر ابن ابی طالب نیز دو بال عطا شد امام سجاد در ادامه فرمودند امویم عباس نزد خداوند منزلت و جایگاه بالایی دارد که همه شهدا در روز قیامت به او قبطه میخورند همچنین ابو نسق بخاری روایتی از امام صادق نقل کرده است که در آن حضرت عباس را با تعبیر ناف زلبسیره یعنی دارای بینش عمیق توصیف کردند و ایشان را صاحب ایمانی قوی معرفی نمودند که در کنار امام حسین جهاد کرده و به شهادت رسیدند. سید عبدالغزاق مقرم در کتاب مقتل حسین میگوید که امام سجاد بعد از واقعی آشورا برای دفن اجساد همه شهدای کربلا از بنی اسد کمک گرفتند ولی برای دفن امام حسین و حضرت عباس از آنها کمکی نگرفتند و گفتند برای دفن این دو شهید کسانی مرا کمک می کنند و به کمک شما نیازی نیست. هورا عبدالمجید اخبارشیه.